دولت قزاقستان دست تصمیم دارد تصویب قانون ممنوعیت پوشیدن روسری در اماکن عمومی را بررسی و در پوشش لباسهای اسلامی بازنگری کند آیدا بالایوا وزیر فرهنگ و اطلاعات قزاقستان در یک نشست مطبوعاتی در آستانه گفت که ممکن است استفاده از روسری اسلامی و حجاب در اماکن عمومی ممنوع شود همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد. قزاقستان در نظر دارد قوانین خود در مورد پوشیدن لباس های اسلامی و هجاب بازنگری کند تصمیم اخیر دولت قزاقستان مبنی بر ممنوعیت استفاده از هجاب در موسسات آموزشی جنجال های شدیدی را در این کشور به راه انداخته است بر اساس سرشماری سال 2021 تقریبا 65 درصد از ساکنان قزاقستان مسلمان و 20 درصد مسیحیان ارتدکس هستند در حالی که حامیان این تصمیم دولت تاکید می کنند که قزاقستان یک کشور سکولار است جانی باسمبایوف وزیر آموزش و پرورش قزاقستان تاکید کرده که تنها در منطقه آتیراو 150 دختر از ابتدای ماه سپتامبر به دلیل ممنوعیت هجاب ترک تحصیل کردند. قاسم جمار توغایوف رئیس جمهور قزاقستان در کنگره ملی معلمان در آستانه پایتخت این کشور درباره این موضوع اظهار نظر کرده است. وی ای در این کنگره گفت آزادی مذهبی در کشور ما توسط قانون تضمین شده است اما قزاقستان یک کشور سکولار بوده و خواهد ماند اما مخالفان این تصمیم دولت میگویند که این گونه محدودیت ها اصول آزادی وجدان را نقض می کند در این میان افراد و سازمان های گوناگونی از این اعتراضات حمایت کردند و در مقابل آن چهره های برجسته از زنان از این تصمیم دولت حمایت کردند توجوان کوگالی یکی از اعضای شورای اجتماعی گفت این ممنوعیت غیر است و حجاب در واقع پوششی است که دختران در قزاقستان از دوران بلوغ استفاده می کنند. وی در ادامه افزود سلب حق پوشیدن لباس دلخواه و ممنوعیت وضع برای استفاده از هجاب در حقیقت مانعی اجباری و ساختگی برای استیفای این حق مسلم زنان و دختران مسلمان است که به استفاده از هجاب علاقه و اعتقاد دارند. او با تعجب پرسید که چرا هجاب مانع ورود دختران مسلمان به زندگی دنیوی می شود؟ در حالی که هیچ کس پوشیدن صلیبیا کلاه مسیحی را ممنوع نمی کند. او همچنین معتقد است که ترغیب دختران به ترک تحصیل به دلیل ممنوعیت هجاب اشتباهی بزرگ است و داشتن هجاب همیشه تصمیمی آگاهانه در خانواده های مسلمان بوده است. لازم به ذکر است که اداره معنوی مسلمانان قزاقستان راه حلی را پیشنهاد کرده است که به موجب آن دخترانی که مایل به داشتن حجاب هستند میتوانند در یک مدرسه یا مؤسسه ی آموزشی اسلامی تحصیل کنند.